با سلامی دیگر به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، امیدوارم هر کجا هستید شاد و برقرار باشید. در برنامه امروز از میان رسانه های تلویزیون برابری، من پیروز زورچنگ در خدمتتون هستم با اعلامیه سازمان راهکارگر به مناسبت 22 بهمن. 22 بهمن سرآغاز شکل گیری فاشیسم اسلامی، 41 سال از حاکمیت فاشیستی رژیم جمهوری اسلامی گذشت. مردم ستمدیده ایران پس از گذشت بیش از 100 سال از انقلاب مشروطه همچنان برای نیل به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند. مانع اصلی پیروزی آنها استبداد سلطنتی و ارتجاع مذهبی بوده است. محمد رضا شاه با جذب روحانیت، اختصاص بودجه های کلام به حوزه های علمیه، آزاد گذاشتن روحانیون در تبلیغ و ترویج مذهب و تاریک اندیشی، سرکوب دگراندیشان و پاسخ ندادن به خواستهای میلیون ها توحیدست از دهرانده و در حاشیه شهرهای بزرگ حلبی آبادها و مفت آبادها مانده، بستر مناسب را برای خمینی و طرفداران او فراهم ساخت تا در نبود بدیل مترقی سازمان یافته سراسری، توده های به پا خواسته را سازماندهی کنند و انقلاب سال 57 را به انحراف کشانند. آیت الله خمینی به مثابه دشمن سرسخت آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و مناسبترین بدیل علیه خطر کمونیسم در منطقه از سوی دول امپریالیستی به سرکردگی آمریکا مورد تایید قرار گرفت. بر این زمینه بود که خمینی با قول آزادی برای همه و بردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم به ایران بازگشت. اما از همون روزهای نخست با اعدام بسیاری از سرکردگان رژیم سابق، کشتار خلقهای کرد، عرب، بلوچ و ترکمن، دستگیری و اعدام آزادی خواهان در دانشگاه‌ها و مدارس، سنگ بنای استبداد دینی فاشیستی خود را پایه گذاشت. این اعدام ها در شرایطی صورت گرفت که به هیچ کس فرصت داده نشد برای خود وکیل مدافع انتخاب کند و در دادگاهی علنی و با حضور ناظران بی‌طرف بین‌المللی محاکمه شود. جمهوری اسلامی با تکیه بر سیاست راهبردی سرکوب و بی‌اعتنایی به خواستها و مطالبات میلیون‌ها توده تشنه آزادی و محروم از زندگی توأم با کرامت انسانی و به هدف سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی خود در حل بحران‌های چندگانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود، بستر جاه طلبی های ضد بشری خود را بر مؤلفه هایی چون امت اسلامی، جنگ جنگ تا دفع فتنه از عالم و امثال هم تدارک دید. از سویی به آیه های قرآن برای توجیه اعدام های فلهی مخالفان در داخل کشور و بست تروریسم دولتی علیه اپوزیسیون در خارج پرداخت و از دیگر سو جنگ ویرانگری را با کشور عراق به مدت 8 سال تداوم داد که پیامدی جز 1 میلیون کشته و معلول، نابودی صدها شهر و روستا، میلیون ها آواره و پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در بر نداشت. قطعنامه‌ای که خمینی 1 سال پس از تصویب آن در پیامی پذیرش آن را نوشیدن جام زهر نامید و به تلافی این شکست خفتبار دستور کشتار هزاران زندانی سیاسی را در تابستان سال 67 صادر کرد. زندانیانی که اغلب یا سالهای محکومیتشان را پشت سر گذاشته بودند و یا بخش عمده آن را به پایان برده بودند. خاورانها، لعنت آبادها و گورهای دست جمعی پیدا و پنهان بخشی از صفحات تاریخ ننگین رژیم تبهکار جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. اما شکست خفتبار در جنگ 8 ساله مانع پیشبرد سیاست‌های توسعه طلبانه رژیم نشد.
صرف میلیاردها دلار سرمایه ملی کشور در عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، افغانستان، یمن و سازماندهی و تعلیم گروه های مرتجع شیعی و اسلامی برای مشارکت در جنگ های نیابتی به جای پرداخت و حقوق های معوقه کارگران، معلمان و پرستاران و سر و سامان دادن به وضعیت فلاکتبار میلیون ها انسان بیکار، بی آینده، هدفی جز تروریست پروری و حفظ دیکتاتورهای خونریزی چون بشار اسد در قدرت و تعلیم و تأمین مالی جریانات مرتجعی چون حزب الله لبنان، حماس در فلسطین، حوثی ها در یمن، حشد الشعبی در عراق و دیگر گروه های اسلامی تاریک اندیش در بر نداشت. سلطه روحانیت و بازار بر اقتصاد در ادامه همان برنامه اقتصادی معطوف به واردات دوران شاه سابق موجب تعطیلی صدها کارخانه و نابودی تولیدات داخلی کشور شد. چپاول و غارت درآمدهای ملی و گذاشتن آنها در اختیار نهادهای موازی بیت امام، سپاه پاسداران و نهادهای دست ساخت ولایت فقیه اقتصاد کشور را چنان به ویرانی و ورشکستگی کشانده که حتی دولت خود معترف است که 60 میلیون جمعیت کشور در معرض فقر قرار گرفتند. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال گذشته در رکود کامل بوده است. این صندوق نرخ رشد منفی 9.5% را برای ایران برآورد کرده است. این همه در شرایطی است که وضعیت کار و زیست کارگران و اقشار زحمتکش جامعه در اثر تحقق برنامه‌های دوران بازسازی و تعدیل اقتصادی و پیروی دولت‌ها از سیاست نئولیبرالی، دستورات بانک جهانی، خصوصی و خصوصی‌سازی‌های گسترده و تعرض دائمی به حقوق ناچیز آنها که چندین برابر زیر خط فقر هستند، سال به سال وخیم‌تر می‌شود، به طوری که 60% طبقه کارگر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کند. در شرایطی که خط فقر 8 میلیون است، بخش گسترده از زنان پرستار با حقوق ماهانه 480 هزار تومان و فقط برای 89 روز استخدام می شوند و کارگران را با قراردادهای سفید امضای نیمه وقت و حتی بعضاً با قراردادهای چند ماهه به شدیدترین شیوه ها استثمار می کنند. فقط در استان تهران 600 هزار نفر از کارگران بخش صنایع و خدمات فاقد هر نوع بیمه هستند. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی خشونت و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی ملی، اقلیت‌های مذهبی، نوکیشان دینی، دیگر جنسگرایان و آپارتاید جنسی علیه زنان را نهادینه کرده است. کلیه حقوق از جمله حق طلاق، حق نگهداری فرزند، آزادی پوشش، حق کار و حق مسافرت را به مردان واگذار کرده است. سنگسار، ازدواج دختران در سنین کودکی حتی زیر 10 سال، تفکیک جنسیتی، به حاشیه راندن زنان از بازار کار به طوری که زنان تنها 14% از 54 میلیون نیروی کار را تشکیل می دهند. بیگاری کشیدن زنان زندانی با دستمزد ماهانه 100 هزار تومان برای سخت‌ترین کارها و نابودی جسم و روح آنها با اسید پاشی و امثال هم بخش بنیادی از فرهنگ زنستیزی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. اما بیش از 4 دهه سرکوب، کشتار، نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی، حقوق بشر و حقوق شهروندی نتوانسته است مانع مبارزه توده‌های مردم ستم دیده کشور شود. هر ساله بیش از 2000 اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان و جوانان بیکار و بی آینده را در سراسر کشور شاهد بوده ایم. زنان طی 4 دهه مقاومت رژیم را در همه صحنه‌ها به چالش کشیدند و سکوهای خیابان‌ها را به سنگر مبارزه علیه حجاب اجباری تبدیل کردند.
آنها با شرکت در همه عرصه های مبارزه در کنار کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر اقشار کار و زحمت ایستادند و سلول های زندان را به سنگر ایستادگی در برابر حجاب اجباری، شکنجه، تجاوز و بیقانونی های حاکم بر زندگی خود تبدیل کردند. بنا به گزارش عفو بین‌الملل، تنها در سال گذشته حدود 7000 فعال سیاسی مدنی و صنفی در ایران دستگیر شدند. رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی حتی به انتخابات مدیریت شده خود پایبند نیست. اعتراض میلیونی سال 88 علیه تقلب در انتخابات را با دستاویز فتنه و خیزش‌های توده محروم و بی‌آینده دیماه 96 را با دستگیری هزاران نفر و کشتار ده‌ها انسان بی‌گناه و نسبت دادن اشرار به آنها پاسخ داده است. رژیم در خیزش آبان ماه 98 با کشتار 1500 انسان معترض به سبرابر شدن قیمت بنزین و موج فلاکت و خفقان و دستگیری 10000 نفر، ربودن معترضین، قتل و انداختن آنها در رودخانه ها، عمق جنایت پیشگی خود را به اثبات رساند. تلاش خامنه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر شکافی که بین نظام و مردم در پی این جنایت هستی سوز به وجود آمد و زمین سازی برای احیای مشروعیت از دست رفته‌اش با بسیج چند صد هزار نفر برای مراسم تدفین قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که با موشک پهباد آمریکایی کشته شد، چند روز بعد در اثر سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله پرتاب دو موشک از سوی پدافند سپاه پاسداران و کشته شدن 176 انسان بیگناه نقش بر آب شد. اشک تمساح ریختن مسئولین سپاه و دروغ پردازی های ماموران دولتی و شخص خامنه‌ای پس از این جنایت هولناک نه تنها مرهمی بر زخم خانواده های داغدار نگذاشت، بلکه انزجار بیشتر مردم را دامن زد و همدردی و همبستگی آنها با خانواده جانباختگان را به همراه داشت. مردم در مراسم چهلم کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه با شعار کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم و مرگ بر استبداد، فقر و فساد و بیداد، نفرت عمیق خود را پس از فاجعه سقوط هواپیما، همبستگی و همدردی گسترده خود با خانواده جانباختگان را نشان دادند. نگاهی به شعارهای چند ماهه گذشته نشان می‌دهد که توده‌های ستم دیده در هر خیزشی علاوه بر کسب تجربه به درجه بالاتری از آگاهی طبقاتی دست یافتند. این فرارویی آگاهی، جسارت و از خودگذشتگی مردم به جان آمده از فقر و فلاکت و خفقان را می‌توان در مؤلفه‌های زیر به خوبی مشاهده کرد. نفرت عمیق از کل نظام، مرگ بر دیکتاتور، ایرانی بیدار است، از سپاهی بیزار است، قاتل جان ملت، سپاهی بیغیرت، مرگ بر بسیجی، مرگ بر بسیجی، نظام معترض کش، نمیخوایم، نمیخوایم، خامنه‌ای قاتل، ولایتش باطله، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، جمهوری اسلامی، نمیخوایم، نمیخوایم. و امثالو موزگیری در رابطه با بدیل‌های ضد انقلابی، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، نه شیخ می‌خوایم نه شرخر، لعنت به هر چه رهبر، نه تاج نه امامه، آخوند کار تمامه. ارائه بدیل نان، کار، آزادی، اداره شورایی، شعار راهبردی در مقابل اصلاح طلبان، نه رفراندوم نه اصلاح، اعتصاب، انقلاب، صفبندی طبقاتی، فرزند کارگرانیم، کنارتان میمانیم، کارگر، دانشجو، معلم، اتحاد، اتحاد. جمهوری اسلامی در حالی 41 سال تأسیس خود را برگزار می کند که ناکارآمدیش در حل بحران‌های اثبات شده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را به سرازیری سقوط سوق داده است.
راهکار نخنمای سرکوب مردم به پا خواسته دیگر اثر خود را از دست داده است. توده های به جان آمده از استبداد دینی، فقر، نابرابری طبقاتی، بیکاری و بیایندگی را دیگر سر ایستادن نیست. آنها در اعتراضات سراسری اخیر خواست عبور از این رژیم استبدادی و سرمایداری را با خون خود بر سنگ فرش خیابانها نوشتند و همیاری و همبستگی خود را با خانواده های قربانیان سرکوب های اخیر در هر فرصتی نشان دادند. ما ضمن پشتیبانی از جنبش های حق طلبانه کارگران، معلمان، پرستاران، زنان، دانشجویان، جوانان، فعالین محیط زیست، اقلیت‌های جنسی و ملیت‌های تحت ستم، اقشار مداوم بدیل‌های بورژوایی، ارتجایی، مذهبی و موروثی و همه نیروهایی که برای تغییر رژیم به دوال امپریالیستی و ارتجاع منطقه دخیل بستن را وظیفه خود می‌دانیم. ما هر گونه سرکوب و حمله به توده های بپا خواسته را محکوم می کنیم و از همه نیروهای مترقی و مدافع حقوق بشر و ارزش های انسانی می خواهیم تا ضمن اعتراض به اعمال جنایتکارانه رژیم حاکم آن را تحت فشار قرار دهند تا کلیه زندانیان سیاسی را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند. گذر از جمهوری اسلامی به جامعه فارغ از سرکوب، خفقان و استثمار، همبستگی و اتحاد همه نیروهای کار و زحمت و جنبش‌های اجتماعی را می‌طلبد. در راستای این همبستگی و اتحاد باید همه نیرو و توانمان را به کار گیریم و بیش از پیش بر اهمیت سازماندهی و تشکل‌یابی در محیط کار و زندگی تاکید کنیم. لغو شکنجه و اعدام. زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد. پیش به سوی اعتصابات عمومی و سراسری. پیروز باد جنبش های اعتراضی و انقلابی مردم. سرنگون باد رژیم سرمایداری جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. کمیته مرکزی سازمان راه کارگر، فوریه 2020، بهمن 1398.